سلام به دوستان. دوشنبه 7 بهمن 98 و 27 ژانویه 2020. من در ویدئوی قبلی در مورد مذاکره با آمریکا صحبت کردم و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی میخواد مذاکره کنه یا نه. بعد از اون اتفاقاتی افتاد از جمله تظاهراتی که در جلوی وزارت کشور انجام شد و سخنرانی خیلی ظاهرا متفاوت آقای روحانی دوباره نزدیک انتخابات مجلس شده، بازیشون یاد مردم افتاده و رأی مردم و مردم سالاری و دموکراسی این حرفا که مثلا انتقاد از شورای نگهبان کرد، در حالی که اولا در موضوع رد صلاحیت ها وزارت کشور آقای روحانی پیشتاز بوده. اول تعداد زیادی رو اونها رد صلاحیت کردن، بقیه هم که مونده بوده شورای نگهبان رد صلاحیت کرده. ثانیا آقای روحانی دیگه خیلی دیره، در فاصله حدود 22 روز مونده به انتخابات میخواد در مورد رد صلاحیت صحبت کنه. ایشون اگه میخواست صحبت کنه به وزارت کشورش دستور میداد که مقابله کنه و خودش هم میستاد. ولی به هر حال مجموع اتفاقاتی که افتاده از یک تظاهرات در برابر اظهارات ظریف در مورد مذاکره با آمریکا و تظاهرات در برابر وزارت خارجه، سخنرانی روحانی و یک مقاله‌ای که در یک روزنامه آمریکایی نوشته شده و تلاش شده که روحانی رو عامل اصلی اعتراف سپاه به شلیک موشک جلوه بده، یعنی ادعا کردن چون روحانی گفته اگر اعلام نشه که سپاه موشک داره من استعفا میدم، این ناچار شده سپاه اطلاع بده. من در میخوام مجموعه اینا رو کنار هم میذارم. به نظر میرسه که یک سیرک جدیدی راه افتاده برای انتخابات که باز بگن آقا ببینید متفاوتن، ظریف با تندروها متفاوته، ظریف خواستار مذاکره است، تندروها مخالفن، روحانی خواستار انتخابات آزاد شورای نگهبان نمیگذاره، روحانی در جلوی سپاه ایستاده. من از آخری شروع میکنم. ببینید اگر سپاه نمیخواست اعلام بکنه با توجه به منفوریت شدیدی که روحانی در بین مردم داره، بعد حتی اگه بکشنش اتفاق نمیفته، به راحتی سر روحانی رو زیر آب میکردن، کما اینکه گنده تر از روحانی هاشمی رفسنجانی سرش زیر آب کردن و هیچ اتفاق نمیفتاد. اصلا نمیخواست سرش زیر آب کنن. دو سه روز خبرهاش اجازه نمیدادن منتشر بشه، چند روز اجازه نمیدادن هیچ رسانه‌ای صحبتش رو منتشر نمیکرد، کما اینکه امروز صدا و سیما سخنرانیشو پخش نکرده، سایر رسانه‌ها رو هم منع میکردن، تو خونه نگارش میذاشتن نمیذاشتن. نکته دوم، اگه روحانی واقعا راست میگه در مورد هواپیما، حداقل رئیس هواپیمایی خودش عزم میکرد به عنوان یک کار نمادین، پس منظورش دروغ میگه روحانی هم. در مورد مذاکره با آمریکا هم که ظریف صحبت کرده و حالا تندروها رفتن جلوی وزارت خارجه تظاهرات کردن. ببینید اگر خامنه ای مخالف با مذاکره باشه خیلی علنی برخورد میکنه. در سال 69 ششم اردیبهشت 69 عطاالله مهاجرانی در روزنامه اطلاعاتی مقاله نوشت با نام مذاکره مستقیم، خواستار مذاکره بین ایران و آمریکا شد. خامنه ای در یک سخنرانی علنی اومد باش مخالفت کرد که منجر به یه سری مکاتبات و نامه‌نگاری های شد. پس اگر مخالف بود میگفت، الان هم ممکنه چند روزی بگه، اما خامنه ای همیشه عادت داره که پشت دیگران قایم بشه ببینه چه اتفاقی میفته. اگر مخالف بود در شرایطی که الان روابط ایران با آمریکا در بحرانی ترین شرایطه و فحش های شدید رد و بدل میشه، قطعا اجازه نمیداد صحبت های ظریف اینقدر باسا پیدا کنه، بلافاصله موضع گیری میکرد. هر موضع گیری بعد از این هم بکنه ارزش نداره، چون در واقع تاثیر اون صحبت های ظریف گذاشته شده. در مورد انتخابات آزاد هم خدمتتون بگم، آقای روحانی خودش اتفاقا از همین طریق نظارت استصوابی به این جایگاه رسیده. من حالا خدمتتون میگم، در مجلس انتخابات مجلس چهارم برای اولین بار در دوره رهبری خامنه‌ای انتخابات برگزار میشد، شورای نگهبان با رد صلاحیت بسیار از افراد از جمله 40 تا نماینده که در اون روز نماینده مجلس بودن فضا ایجاد کرد که جناح آقای روحانی بیان بالا و آقای روحانی در دوره چهارم و پنجم مجلس نایب رئیس اول مجلس بود. یک بار شنیده نشد آقای روحانی اعتراض کنه. اشکال نداره، میتونه بگه امروز نظرم عوض شده، ولی بیاد بگه من اون موقع اشتباه کردم، از نظارت استصوابی حمایت کردم با حمایت رفسنجانی و الان داریم چوبشو میخوریم، کما که رفسنجانی هم چوبشو در اواخر عمرش خورد. پس این اصلا محلی نداره و روحانی مخالفتش هیچ اثر نداره، چون ندگی در بین مردم جایگاه داره که بگیم این صحبتش که موج مردم ایجاد میکنه، نه در حکومت خیلی نفوذ داره که صحبتش اثری بذاره. اما در مورد مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی نوشته شده و ادعا شده که روحانی عامل اعتراف سپاه به موشک اندازی بوده، من خدمت شما میگم این هم بخشی از سیرکیه که میخوان متفاوت نشون بدن. ما نباید فریب بخوریم. بارها ثابت شده که جمهوری اسلامی از تهران تا پاریس، از لندن تا نیویورک، از نیویورک تا تورنتو لابیگری داره. میخوان تلاش بکنن که یک انتخاباتی که تمام نشانه ها ثابت میکنه بسیار سرد و بیرونق و رسواگر خواهد بود رو یه مقداری بهش رونق بدن، توسط سیرک بازایی که در داخل کشور جلوی وزارت خارجه تظاهرات کردن یا کسانی که در خارج
خارج از کشور با ادعای مثلا متفاوت بودن روحانی مقاله می نویسن، یا کسانی که ادعای دیگه می کنن، یا بعضی از افرادی که در داخل کشور دارن دوباره دیو سازی می کنن که ایها الناس اگه نیاید تو انتخابات مثلا جناح تندرو برنده میشه. جناح تندرو و کندرو فرق نداره، همشون ثابت کردن در موضوع قاسم سلیمانی همشون با هم متحدن، در موضوع دخالت در سوریه همشون با هم متحدن، در موضوع آمریکا در نهایتش همشون با هم متحدن، در استفاده از سفره انقلاب هر کدوم سهم خودشون رو میخوان فرق نمیکنه. به همین جهت امیدوارم، اگرچه با کمال تاسف بگم باز هم ادعای فریب خواهند خورد، اما امیدوارم تعداد فریب خوردگان این بار زیاد نباشه. این سیرک رو بذاریم تماشاچیش فقط خود عوامل جمهوری اسلامی باشن، از عباس بعدی تا فلان خبرنگار نیویورک تایمز در آمریکا، بذارید اینها خودشون در این سیرک بازی کنن و خودشون تماشاگر باشن، برای که نفعش هم خودشون میبرن، هیچ نفعی برای مردم نداره. میدونیم و میدونید ترکیب مجلس هر چه باشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، کما اینکه مجلس دهم که آقایون میگفتن متفاوت با مجلس نهمه، دیدیم که اتفاقی نیفتاد و دیدیم که با اومدن روحانی با همه شعارهایی که داد، با همه ادعاهایی که کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد. شعارهاش فقط برای دوره انتخابات بود. عرض میکنم اعتراف روحانی به شلیک موشک به نظرم نوعی، چون راهی وجود نداشت، تمام قرائن و نشانها در خارج از کشور ثابت میکرد ایران این کار رو انجام داده و قابل انکار نبود، و اگر قابل انکار بود حتما انکار میکردن، کما که روحانی هم سه روز بعد فشار آورده. نمیشه روحانی که میگه من مسئول چند سال مسئول پدافند کشور بودم 8 سال ندونه از اول چه اتفاق افتاده، نمیشه که دیگران ندونن. در مورد انتخابات هم گفتم روحانی امروز دیگه خیلی دیره بخواد موضع بگیره، امروز در مورد رفراندوم دوباره صحبت کرده. اگر امروز رفراندوم هم برگزار شه چه کسی به حرف روحانی دیگه گوش میکنه؟ روحانی امروز اگر از خامنه ای منفورتر نباشه محبوبتر هم نیست. در مورد تظاهرات در برابر وزارت خارجه بازم تاکید میکنم بخشی از سیرکی که بگن ظریف متفاوت از تندروهاست، نخیر، ظریف پاش بیفته. دیدیم دروغ هایی که ظریف برای توجیه جنایت ها، فساد ها و بی‌کفایتی جمهوری اسلامی میکنه، هیچ کسی در جمهوری اسلامی توانش نداره. ظریف به دلیل اینکه تا حدی با فرهنگ غربی آشناه، با زبان غربی آشناست، بزرگترین خدمت رو به ادامه جنایت های جمهوری اسلامی، ادامه فساد های جمهوری اسلامی و ادامه دروغگو های جمهوری اسلامی کرده. به همین جهت اگه کسی فکر کنه ظریف با اونایی که رفتن جلوی وزارت خارجه تظاهرات کردن در موضوع حمایت از دفاع منافع مردم متفاوته، نوعی ساده لوحی، اگر نگیم نوعی در واقع فریبکاریه. موفق باشید.